خداوند دو تا صدا رو خیلی دوست داره بشنوه و دو تا اعتراف رو خیلی دوست داره که بشنوه. اول صدایی که دوست داره از بندش خیلی بشنوه، خصوصا تو این وقت شب، صوت و صدای آواز بندش با کلام رب العالمینه، با قرآن. این صدا خیلی دوست داره که آواز بندش بلند بشه به درگاه خودش با تلاوت کلامش، و تا میتونید صدا تو زیبا بکن. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند از ما نیست کسی که با قرآن خوش آوازی و خوش آهنگی نکنه. اینو داشته باشید. اینجا زهرا بعد از نماز ظهر حلقه خیلی مفید هست، خیلی حلقه مفیدی هست برای زیبا خوندن، علم تجوید. دو، صدای آه و ناله و زاری، این صدای لرزان توأم با سوز، وقتی که از بندش بلند میشه، دو تا دستش بلند کرده به درگاه خدا تو خلوتی نشسته، فریاد میزنه یا رب، دستشو میتکنه، با سوز دعا میکنه. این صدا رب العالمین خیلی دوست داره از بندش بشنوه، صدای لرزان توأم با سوز، مثل شمعی که داره میسوزه، تقاضای عفو و بخشش میکنه، از اون طرف تقاضای مقبولیت و توفیق میکنه.